بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با دکتر صمیم شمسی، حقوقدان. آقای شمسی سلام، با شما خوش آمدین به برنامه. ممنون، سپاسگزار هستم. در رابطه با قانون اساسی افغانستان، نقض و عملی نشدن این قانون انتقادات وجود داره. شما در این چندین سال گذشته مخصوصا در حکومت وحدت ملی تطبیق این قانون را رعایتش را چگونه میبینید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیونیتان. شما میبینید که احترام نکردن به قانون اساسی یک بحث عمده و اساسی است و از طرف حکومت افغانستان در 16 سال اخیر هیچگاه قانونی اساسی افغانستان رعایت نشد. شما به طور نمونه ببینید بعد از 16 سال مسائل شورای ولسوالی، شورای قریه و سایر موارد که تا کنون از 16 سال تیر میشه ولی قانون اساسی را در این مرحله تطبیق نکرد. شما میبینید که در بخش قوه قضاییه، در بخش سارنولی اکثرا مجرمین متکرر و کسانی که بالای از اونا حکم صادر میشه یا آزاد هستند یا هنوزم توقیف نمیشن، با وجودی که از طرف حکومت بالای از اونا مجازات از طرف قوه قضایی افغانستان با وجود میه. از طرف دیگه در بخش سرپرستی ها شما میبینید در هیچ قانون نقص آشکار و بارز قانون اساسی است که اینا یک وزیر برای 5 سال، 3 سال، 2 سال، 4 سال سرپرست میمانند، در حالی که الا در خلال 2 ماه حداقل ما باید بتانیم وزیر خود. زمانی که وزیر ما سرپرست است، این احساس مسئولیت در قبال حکومت، در قبال مردم، در قبال قانون و در قبال قانونمندی انجام نمیده. شما میبینید نقص دیگه از یک تحصیلات عالی افغانستان است. تمام اتباع افغانستان باید در سطح لیسانس تحصیلاتش دولت افغانستان فراهم بسازه و به شکل رایگان تحصیل بکنه. میبینید که تمام دانشگاه های خصوصی متاسفانه فریاد افغانای بیچاره را کشیدن و به هر رقمی که خودشان اداره میکنن نقص بارز، آشکار، سریع و تمام قانون اساسی است. اینو بحثایی است که هر کدام از حال شما ببینید حکومت افغانستان باید روی مسائل فرض میکنیم قانون اساسی میگه خطوط اساسی کشور، یعنی خطوط سیاست داخلی و خارجی کشور باید توسط خود رئیس جمهور تصویب و به پارلمان رسانده شود که پارلمان در مورد از این در 16 سال شما کدام خطوط اساسی را از طرف رئیس جمهور افغانستان دیدین که به پارلمان داده باشه؟ امیال بحث سیاست داخلی ما، سیاست خارجی ما هیچ معلوم نیست. در این مرحله ای که یک بحران کلان در خاورمیانه به وجود آمده، افغانستان هیچ گونه خطوط مشخص سیاسی داخلی و خارجی نداره که در این مرحله و در این گذر چی باید بکنه. حالا دو مسئله اینجا مطرح است، یکی رعایت قانون اساسی است و دیگر نقض قانون اساسی، که میخوایم مشخص تر اگر صحبت بکنه نه تنها در قسمت قوانین، دیگر در خود قانون اساسی افغانستان کدام موارد از طرف حکومت که حالا حکومت متهم است نقض شده؟ امیر رعایت نکردن خودش نقض است. نی زمانی که ما یک قانون تصویب بکنیم، یک قانون اساسی خود را رعایت نمیکنیم، به این معناست که ما قانون نقض بکنیم. همین نکات را که ما برای شما عرض کردم، سرپرستی ها، نداشتن استراتژی مشخص، تعقیب و تحقیق و اقامه بعضی دوسیه های زورمند افراد بزرگ، رعایت نکردن تحصیلات عالی و سایر مواردی که حداقل در قانون اساسی تسجیل یافته و مردم افغانستان، ایجاد شورای ولسوالی، ایجاد شوراهای قریه و سایر چند مواردی که بر شما حضور شما عرض کردم، سرپرستی وزارتخانه ها، تمام از اینا نقص بارز. مثلا انتخابات، چندین بار قانون اساسی در انتخابات نقض کرده. حقوقدانان این مسئله را مطرح میکنن که با توجه به شرایط امنیتی و موارد دیگر این قانون رعایت نشده به خاطر که مشکلات وجود داشته. حالا این مسئله میتونه توجیه پذیر باشه؟ قانون اساسی شما ببینید که هیچگاه این مسائل توجیه پذیر شده نمیتونه. خب وقتی که ما احترام به قانون اساسی خود نداشته باشیم، وقتی که ما قانون اساسی را تطبیق نبکنیم یا رعایت نکنیم، خود رعایت نکردن نقص قانون اساسی است. اینمی باعث بی برنامگی میشه، اینمی باعث بی امنیتی میشه، اینمی باعث بی اعتمادی مردم افغانستان میشه. ما زمان موفق هستیم که قانون خود نقطه به نقطه، مو به مو، در آن جایی که هر قسمت باید تطبیق بکنیم. اگر ما قانون ما ناقص است، چرا اینو به عنوان قانون قبول کردیم؟ زمانی که ما قانون ما سالم است، قانون ما فراگیر است، قانون ما جامع است، باید به موقع و زمانش انجام بدیم. شما میبینید ایجاد حکومت ائتلافی خلاف قانون اساسی،
شما ببینید انتخابات و تعویق مفتح چندین مرحله خلاف قانون اساسی یا نقض قانون اساسی، شما ببینید تعدیل دفعتاً تعدیل انتخابات نقض قانون اساسی. حالا اگر ما نقطه به نقطه بیشتر از صدها موارد مشخص ثابت هم از طرف حکومت هم از طرف قوه قضاییه هم از طرف قوه مجریه در افغانستان در حالی که باید همه چیز را در کشور قانون تعیین بکنه و از لحاظ قانون برای هیچ کس استثناء قائل شده نمیتونن، پس فکر میکنین دلیل چه هست که باز همین همه بیقانونی، نقض قانون، عدم رعایت و این موارد را داریم؟ متاسفانه حکومت افغانستان حکومت ضعیف است، حکومت مستقل قوی و توانمند و فراگیر و همه‌جانبه نیست، در حالی که ما در قانون خود مشکلات نداریم. قانون اساسی ما درست است شاید بعضی مواداتش قابل تعدیل یا قابل اصلاح باشه و به صورت مجموع یک قانون شامل و کامل و همه شمول هستند. بنابراین خود حکومت افغانستان از قانون خود پاسداری نمیتونه، قانون خود تطبیق نمیتونه. ولی مردم افغانستان و مردم افغانستان دیگه چی کنه وقتی خود حکومت ناتوان هستند، خود حکومت عجز داره. حالا شما ببینید در تمام مواردی که قانون نقض شده از طرف خود حکومت نقض شده، از طرف مردم افغانستان نقض نمیشه و مردم افغانستان توانایی نقض قانون اساسی را ندارد. در کنار از این، حالا کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هم هست و همچنان قانونگذاران که باید از این مسئله نظارت بکنن که واقعا تا چه حد قانون تطبیق میشه، اینا نقششان چگونه بوده؟ در افغانستان شما میبینین معمولا بیشتر از این که یک نقش عملی وجود داشته باشه و یک کار اساسی صورت بگیره برای رفع چالش و مشکلات و بی‌برنامگی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی افغانستان، اقدامات از طرف ارگان‌هایی که موازی یا به هم شکل ایجاد میشه، مثل کمیال دهای اداره موازی در سطوح مختلف داریم، مثلا در سطوح صلح داریم، این تو اداره ایجاد میشه، اینا به سطح میدیا، مطبوعات، رسانه‌ها یک گپ خود بالا میکنن که ما اینا کردیم. همه چیز ما و شما با چشم میبینیم. شما در افغانستان، ما و شما در افغانستان هستیم، هیچ بهبودی، هیچ تغییرات، هیچ تطبیق اساسی قوانین اساسی یا سایر قوانین به صورت بارز و به صورت آشکار، من شخصا به عنوان کسی در افغانستان هستم، به مشاهده من نرسید. صدها جنایتکار میگیرند یا دوسیه از او در بین سارنوالی و محکمه سرگردان هست و گاهن اگر از طرف سارنوالی حال محکمه میشه دوباره او رو مسترد میکنه و همچنان اگر جزا از طرف محکمه داده میشه از طرف اینا تطبیق نمیشه. اینا موارد بسیار سریع و خطرناک است و این باعث میشه که روز بر روز اوضاع امنیتی، اوضاع اقتصادی، اوضاع سیاسی، اینمی عدم رعایت قانون باعث بدبختی مردم افغانستان شده میده. حاکمیت قانون را چگونه میتوان تضمین کرد و چگونه میتوان تامین کرد در افغانستان؟ حکومت افغانستان مکلفیت داره به خاطر تطبیق قانونی اساسی و قانونی عادی افغانستان. خودش زمانه که قانون به شکل اساسی و به شکل درستش عملی بکنه، اتباعی افغانستان با دیدن به طرف حکومت و نظام حتما قانون تطبیق میکنه. حال مشکل مرز کردم، مشکل ما افراد عادی جامعه قانون نقض کرده نمیتونه، افراد ناتوان جامعه از قانون، از چنگال قانون فرار کرده نمیتونه. آنچه ما بی برنامگی و بدبختی که داریم از طرف خود حکام است و از طرف خود مردم است. حالا در همین مواردی که من خدمت شما باز رساندم، قوانین نقض شده کلش از طرف نظام بوده یا رعایت نکردن قانون کلش از طرف خود حکومت بوده. پیشنهاد شما چه هست برای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و همچنان مجلس نمایندگان که قانونگذاران باید نظارت داشته باشند از عملکردهای حکومت؟ به جا به اساسی را مجلس افغانستان میکنه و قوه مقننه پارلمان افغانستان است. یکی از مسئولیت ها و یکی از وظایف پارلمان هستند که اعمال حکومت بالاتر از نظارت کمیسیون نظارت قانون اساسی، صلاحیت پارلمان بیشتر است که یکی از کارهای از اینا نظارت از اعمال حکومت است. عدم رعایت نکردن قوانین از طرف حکومت یک بحث مهم و کلان پارلمان است که خود پارلمان افغانستان هم متاسفانه، اشخاص متاسفانه ما در پارلمان داریم که اینا نه از قانون چیزی را میدانند و نه خبر دارند نه مسئولیت های کاری خود میفهمند. در این مرحله پارلمان افغانستان با جدیت کامل با تمام فشار و ایرام خود بالای این مسائل کار بکنه. ممنون از شما دکتر صمیم شمسی، حقوقدان، از حضورتان در برنامه.